دورخیز کردن شاهزاده رضا پهلوی برای ساقط کردن خامنه ای به گوش تمام جهان علال خصوص اسرائیل رسید. خیز جانانه شاهزاده رضا پهلوی برای سرنگونی رژیم در کنفرانس مونیخ اسرائیل را به وجد آورد. فاریان پالیسی در گزارشی نوش بنیامین نتانیاهو شش هفته است که نخست وزیر اسرائیله. در شرایط عادی اون بارها به واشنگتن اومده اما شرایط اکنون عادی نیست گفته میشه که مقامات ارشد اطراف جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از دعوت از نتانیاهو اجتناب میکنن زیرا اون درگیر مسئله فلسطینی ها و اصلاحات قضایی پیشنهادیه که دیوان عالی اسرائیل رو تابع پارلمان این کشور میکنه به گزارش انتخاب در ادامه این مطلب اومده وقتی نتانیاهو بیاد که خیلی زود خواهد اومد احتمالا نتانیاهو به دنبال موضعی سختگیرانه، از سوی دوست قدیمی خود بایدن خواهد بود. البته نتانیاهو در برابر هر توصیهای در مورد سیاست داخلی اسرائیل دیالوگی شبیه این خواهد داشت. اگر آنچه را که واقعا نیاز دارم به من بدهید، می توانم جلوی دست راسته های اطلافم بایدن چه می خواهی؟ نتانیاهو می خواهم در زمینه رابطه با سعودی ها جبران کنید. کارشناسان منطقه‌ای که تو هفته های اخیر با اونها صحبت کردم همگی موافقن که تنها چیزی که نتانیاهو به اون اهمیت میده علاوه بر ماندن در قدرت و به زندان نیفتادن به خاطر اتهامات رشوه و فساد پایان دادن به اسرائیل در خاورمیانه با یارگیری است یعنی پیوستن عربستان سعودی به توافق ابراهیم پیمانی که منجر به عادیسازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان شد. نتانیاهو معتقدی که واشنگتن میتونه عربستان رو متقاعد کنه. محمد بن سلمان ولیت عربستان سعودی حاکم واقعی این پادشاهی به مقامات اسرائیلی و آمریکایی گفته خواهان از سرگیری فروش تسلیحاتی متوقف شده در پاییز گذشته و تضمین امنیتی شبیه به متحدان نزدیک آمریکاست. نتانیاهو معتقد بایدن با خارج کردن سعودی ها از انزوا میتونه با یک تیر سنشون بزنه اما این ایده وحشتناکه. پیمان ابراهیم حال تغییر جهت واقعی در فرهنگ سیاسی اعراب بنا شده. رژیم های عربی مدت مشروعیت متزلزل خودشون رو با ابراز خصومت سرسختانه نسبت به اسرائیل تقویت کردند. کشورهایی مثل مصر و اردن هرچند به جنگ با اسرائیل پایان دادن اما آرمان فلسطینی ها رو رها نکردن اما در حالی که تقاضای فلسطین برای تشکیل کشور در سی سال گذشته به بنبستی طاقت فرسا برخورد کرده ایران به طور ای تهدیدی جدی هم برای همسایگان خود و هم برای همسایگان سنی خود و برای اسرائیل بوده. منطقه دشمن مشترک بر اون تعهد ایدئولوژیک که دیگر کارایی نداشت، حداقل در میان نخبگان حاکم غلبه کرد. در آگوست 2020 امارات متحده عربی با تشویق دولت ترامپ معاهده رو با اسرائیل امضا کرد که بر اساس اون هر دو کشور متحد به صلح عادیسازی روابط و همکاری در طیف گسترده از زمینه های اقتصادی و فنی شدند ایالت های دیگر هم به زودی از این روند پیروی کردند این توافق لحظه مهمی را رقم زد تو سپتامبر 2022 شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی سفر پنج روزه به اسرائیل داشت و با همه شخصیت های اصلی دیدار کرد و از بنای یادبود هولوکاست بازدید کرد. وقتی پاییز گذشته توی یکی از بازدیدهای منظم خود از پردیس دانشگاه نیویورک ابوظبی دیدم که جمعی از یهودیان افراطی ارتودکس از کلاس درس خود در پایین راه رو بیرون اومدن میدونستم که این توافقها به واقعیت تبدیل شده آخر هفته گذشته دانشجویان اماراتی من در مورد اینکه آیا اسرائیل شریک خوبی برای اعرابه یا خیر بحث کردند طرف مثبت که معتقد بود جهان عرب باید به جای گذشته به آینده نگاه کنه برنده شد وقتی از دانشجو پرسیدم که واقعا چه فکری میکنن از هر یازده دانش آموز شش نفر گفتن که این توافق را چیز خوبی میدونن بر اساس یک نظرسنجی این آمار تفاوت چندانی با افکار عمومی امارات نداره هسته سخت پیمان ابراهیم همکاری امنیتی منطقه علیه ایران اسرائیل اکنون با بحرین و مراکش قراردادهای امنیتی امضا کرده و به امارات متحده عربی در دفاع موشکی پس از حملات به ابوظبی که توسط حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن انجام شد کمک میکنه. این حملات که عربستان سعودی رو نیز هدف قرار داده به روندن کشورهای خلیج فارس به مدار اسرائیل کمک کرده که سامانه گنبد آهنین اون پیشرفته ترین فناوری دفاع موشکیه مطمئنا نتانیاهو درست فکر میکنه که اگر عربستان سعودی به عنوان قول خلیج فارس کشوری که روزگار قهرمان آرمان فلسطین بود و میزبان مقدسترین اماکن مسلمانان خاورمیانه جای متفاوتی خواهد بود این چشمنداز آشکارا در ریاض مورد بحث قرار میگیره محمد بن سلمان به اندازه شیخ محمد ابن زاید آل نهیان امارات نسبت به فلسطینی‌ها احساساتی نیست زمانی که ایالات متحده در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل به بیت المقدس موافقت کرد تصمیمی که خشم فلسطینیان و حامیان اون را برانگیخت اون مخالفتی نکرد دیوید شنکر یکی از مقامات سابق ترامپ در خاورمیانه به من گفت که رهبر عربستان در پاییز گذشته در جریان گفتگوی طولانی با کارشناسان بازدید کننده حتی نامی از فلسطینی ها نبرده اما مشکل کجای کاره؟ اول از همه پدر ولیعت ملک سلمان بسیار به آرمان فلسطین وابسته است مثل تمام هم نسلیهاش. اگر نتانیاهو با گسترش رسمی کردن شهرک غیرقانونی و حتی کمتر با الحاق بخشی از کرانه باختری متصبان مذهبی در اعتلاف خود را راضی کنه در آن صورت محمد بن سلمان به عنوان یک فرصت طلب بدبین اما نه احمق به این توافق نامه نخواهد پیوست. دوم همونطور که شنکر گفت دولت بایدن به عربستان سعودی خوشبین نیست زمانی که بایدن در تابستان گذشته با کوتاه اومدن در برابر ولیعهد از اون خواست تولید نفت رو افزایش بده تا قیمت رو پایین بیاره ولیت این درخواست رو رد کرد سعودی ها به طور فضاینده خودشون رو به عنوان یک قدرت روبه رشد میدونن که بر اساس منافع خود با ایالات متحده چین و روسیه همکاری میکنه اونها اصرار دارن نشون بدن دیگر در مدار آمریکا نیستن اما دلیل واقعی این که رویای نتانیاهو باید رد بشه اینه که بایدن نباید امتیازاتی رو که به بن سلمان میخواد به اون بده و نخواهد کرد حتی جدا از رفتار وحشیانه و بیرحمانه ولی در داخل اون سالها رو صرف جنگ وحشیانه در یمن کرده پذیرش ارتقای روابط با عربستان سعودی در حد ناتو برای آمریکا غیرقابل تصوره اگر بن سلمان حمله حوسی ها رو با تهاجم به ایران پاسخ بده و پس از واکنش مجدد تهران سعودی خواستار استفاده از تعهدات امنی ایالات متحده میشه چی میشه حتی ترامپ بهترین دوست سعودی ها در کاخ سفید تو اون شرایط مکس میکرد بایدن هیچ لطفی به نتانیاهو در بحث عربستان و سعودی نمیکنه توافق ابراهیم از اونجایی که مظهر چشمانداز آینده نگر از خاورمیانه و مبتنی بر توسعه انسانی و اقتصادی هم برای منطقه و هم برای ایالات متحده یک محبتی. هنگامی که نتانیاهو سرانجام راهی واشنگتن بشه بایدن باید به اون بگه که ایالات متحده آماده است تا به شکلگیری نظم جدیدی در خاورمیانه کمک کنه اما نه نظمی که بر اساس تحقیر فلسطینی ها و تحمیل تغییر حکومت در ایران باشه